سلام و وقتتان بخیر بیننده های عزیز، به برنامه نایریکا با من خدیجه امین خوش آمدید. زنان در جهان امروز بر علاوه این که در اداره و تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی دارند، در اقتصاد خانواده و اقتصاد مملکتشان نیز تاثیرگذار می باشند. اخیراً حضور زنان در رده های مدیریت چشمگیرتر شده است. با وجود این که تعداد زنان در نیروی کار افزایش یافته است، اما پیشرفت های آنها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده است. ما در برنامه تلاش خواهیم کرد به ویژگی زنان مدیر، سبک مدیریت، موانع و مشکلات سر راهشان با خانم هایی که در اداره های مختلف فعالیت دارند مصاحبه کنیم و این موضوع را بحث دهیم. در جامعه که نقش زنان در رهبری و مدیریت کمرنگ است، اما هستند زنانی که با استفاده از سهولت‌ها و فرصت‌های به دست آمده استفاده بهینه کردند. اکنون در بخش‌های مختلف توانستند مدیریت کنند. در این گزارش به نقش زنان در مدیریت و اداره پرداخته‌ایم. از این میان با تعدادی از خانم‌هایی که در سطح مدیریت قرار دارند مصاحبه داشته‌ایم. نرگس مدیر مسئول یکی از کافی شاپ های کابل میگوید هدفش از ایجاد این کافی شاپ ایجاد سهولت برای محصلین است. راجع به ای کافه اگه بگویم که چرا من خواستم آغاز کنم، سه بود عمده داشتک. هدف اولش این بود که محصلین که از پنتون های بیرون میشن یک جایی برشن باشن که اینترنت سهولتش داشته باشن و لایبرری کوچکی که ما داریم ازش استفاده بکنن و ریسرچ های خود آنلاین انجام بدن. بخش دومم ارتباطات بود که توسط ای کافه من میخواستم که محصلین یا کسایی که از دوائر دولتی بعد از وقت میاین اینجا یک نتورک بر خود بسازن و ارتباطات قائم کرده بتانن بین خود. و سومی که اصلا اگر ما ببینیم فرهنگ کافی به افغانستان ما نداشتیم، ما همیشه یک کشور نامی داشتیم به نام کشوری که چای زیادتر ارزش میدن بنا به جوس و بنا به کافی را اصلا نمیشناختن، کم بسیار کم رواج بود که کس کافی بخورد. سه دلیل همده ای که من شروع کردم همی بوده که با یک زیاد مواجه بودیم که یک خانم نمیتونه مدیریت یک تجارت که میل دامننت یا تنها از آقایان بوده میتونه رستوران یا کافی شاپ پیش ببرد و بسیار موافقانه تانستیم من این چالش بپذیرم و جوابگو باشم. امروز برسته که کافی شاپ من همگی محتاط کافی من هستن، چون زیادتر من با کیفیت بازی کردم از این که با رقابت منفی پیش برم. یگانه جواب من بر کسایی که من گفتن که نمیتونه با کیفیت بودن، که کیفیت خود بالا بردیم، سرویس خود خوب دادیم و با همون رقم برشان نشان دادیم که کافی شاپ یا هر نوع تجارت دیگه یک خانم میتونه وقتی که اگه اراده خود قائم بکنه او را به پیش میبره. حمایت خانواده بسیار مهم است. امی که اگر آل مالی هم کمک نکنن خانواده ها، صرف نیاز است که سپورتشان بکنه کفایت میکنه یک خانمه. ولی بر بعضی کسا مالی هم مهم است، بخاطر از این که ما میفهمیم بسیاری خانم ها کار نمیکنن، ایدیای بسیار زیاد دارن و بسیار ایدیای خوب هم دارن، مگر امو پول ابتدایه در پیششان نمی باشه یا اگر پول ابتدایه هست که حمایت ندارن. اینی دو چیز است که به نظر من یک خانم باید خانوادهش کمک بکنن. به نظر من 50% رول داره یک خانم در بخش اقتصادی خانواده خود، بخاطر که اگر یک قسمت عواید خانه را شوهر پیدا میکنم یارم، این مهم است که خانم هم حصه بگیره، چون اگر شوهر توانست که مقدر با ما شخط وسایل بوده باش یا غذا اینا را کفر بکنه، خانم میتونه پول را پیدا کنه به تحصیل اولادای خود مصرف بکنند. بر حال که در یک رستوران یا کافی شاپ مشتریش هیچ وقت راضی نمی باشه از پیشش، بخاطر از این که همیشه متنوعیستن و همیشه میخواین که یک چیز نو داشته باشن. ولی به نظر ما تانستیم تا 50% رضایت مشتری را داشته باشن، در غیر آن نمی آین. فضای از این رستوران که هستی تو بسیار فریندلی هست و کستومر انترفیس هستی ها بسیار خوب است. خطب اینجا میتونیم که فریلی گپ بزنیم با آواز بلند. در رستوران های دیگه که میریم چون منیجمنت از واب
یکمک استریک می باشه و به گپ زدن و خنده کردن کسی رایقه علاوه نمی کنه دیگه. اینجا بهتر است به اینکه یک فضای بسیار دوستانه به فرهنگ خود افغانی ما ساختن. راز موفقیت ما اینجا تنها دست خود ما نبوده، البته دست تیم ما هم بوده. تیم کاری بسیار خوب دارم که کمکم کردن که به برانچ های دیگه هم توسعه بدم. دوم مدیریتم بوده و امو موتیویشن یا کمیتمنتم به بخش سکتور کافی شاپ نتورک و امو هدف اولیه که من دارم به خود باز کردن کافی شاپ همون مرا توانایی زیر داده که باید اکسپند کنم. یعنی پیامی که من میخوایم برای خانما یا خانواده ها بتم که اعتبار داشته باشن بالای دخترای خود یا خانمای خود و بگذارن که بر جامعه بیرون شوند و از خود یک توانایی نشان بدن تا که خود را کمک کنن که بس اقتصاد خانواده خود سم بگیرد. مهم نیست که 4 روپیه یا چند پیسه پیدا میکند او ضرورتش باشه، ولی ای که او باهوشتر میشه، ای که او ارتباطات قائم میکنه و یا ای که او جامعه را زیادتر میشناسه به اولاد خود کمک کرده میتونه، به عضو دیگه خانواده خود کمک کرده میتونه. او کسایی که در خانه هستن خب بالاخره از روی کتاب چی چیز زیاد یاد گرفتن، همیشه قید به خانه میمانن و روشن فکر، من نمیگم که روشن فکر نمیشن یا نیستن، مگر جامعه بیرونی را تجربه کردن گپ مهم است. افزون بر این، حسین حسین معاون ناحیه پنجم شهر کابل که به این مقام دست یافته است، نقش زنان را در ادارات این گونه بیان میکند. شهرول صاحب نظر نیک در مقابل خانما دارن که باید تعداد خانما زیادتر شوند در سطح رهبری و این یک چیز بسیار خوب است که خانما وقتی که به نواحی مراجعه میکنن خود بسیار سیف فکر میکنن، مسئول فکر میکنن. حسین هم میگوید که اکثر خانواده ها کار کردن زنان را ننگ میپندارند، اما باز هم او نقش زنان را در جامعه مهم میخواند. فرهنگ مملکت خود ما امی است که اکثریت به خانم ها اجازه نمیتن، حتی دخترای خود تا صنف 12 بسیار زیاد است اگه اجازه بتن و زیادتر از او اجازه نمیتن که به فاکولته برن یا درس بخوانن یا تحصیلات لیر پیش ببرن. ای مثلا در یکان جای دوردست که است زیادتر ای را میگن یک ننگ است به ما که مثلا دختر ما یا زن ما از خانه برایه به این خاطر، و ما زیادتر میخواییم که مردم از ذهنش روشن کنیم و اونا بفهمن که یک خانم میتونه مثل یک مرد کار کنه و زیادتر خانم ها را بر خانم ها زیاد کار کنه. از سوی هم فرشته یکی دیگر از بانوانه است که برای خودکفا شدنش کار میکند. این که چگونه و از کجا آغاز کرده است و چالش های موجود در برابر زنان را این گونه بیان میکند. خانم ها زیاد هستند در فابریکی ما کار میکنند و فعلا در دفتر در حدود 8 خانم امری ما هستند که در بخش به گونه متفاوت فعالیت دارند. خانم هایی که کار میکنن در فابریکه ما هستن که فابریکه فعلا در کاپیسا هستن و اونجا روی دیگه موارد کاری ما کار میکنن که تا که میتونیم همین چون بخش خانم ها هستن دیگه خانم های دیگر هم استخدام سازیم در قسمت کاری، چون فابریکه ما براتون گفت در کاپیسا هست جای خاص میره انتقال بتم که حداقل خانم هایی که اجازه کار کردن در بیرون ندارن در بین آقایان ندارن یک فابریکه مشخص باشه که خانم ها اونجا بتونن کار کنن و امو پول و یا امو درآمدی که دارن میخواین به دست بیارن از طریق کار کردن در بین فابریکه خانم ها، چون یک متفاوت از دیگه بخش های کاری باشه، چون خودتان میفهمید که سمتای شمالی یعنی ولایت بیرون از کابل قیدگیری های خود داره بالای خانم ها که اجازه کار کردن در بیرون ندارن و در بین مردم خواستیم اگه ابتکار جدید داشته باشیم که حداقل خانم ها بتونن از این مستفید چون رو کار کنن. تولیدات ما روی سابق روی بیک های جیم دسکاول و بکسک های جیبی کار میکردیم و آهسته آهسته ما ایره پیش بردیم و تقریبا در حدود 1.5 سال است که روی لباس های چربی سوز کار میکنیم که
ما ایر از اوکراین وارد میکنیم به افغانستان و خوشبختانه که ما چند روز پیش هم از طریق صفحات فیسبوک و از امو صفحه آنلاین شاپینگ خود بر مردم خود موجه دادم، یک ابتکار نو کردیم، یک لباسی را ساختم برای خانم هایی که حتی میتونن به داخل خانه در عین کار کردن خانه اینا هم استفاده کنن و نیاز به دوش و سپورت کردن به جیم نیست، اینا میتونن که راحت بپوشن و از او استفاده کنن و انشالله تصمیم دارم که روی بعض موارد کاری دیگه که مشخصا برای خانم ها باشه روش کار کنم. انشالله تصمیم داریم که در آینده ابتکاراتی داشته باشیم، یک دستاورد داشته باشیم، نه تنها در خود افغانستان در سطح ولایت باشه، بلکه بیرون از مرزهای افغانستان ما باید حداقل ثابت بسازیم که زنای افغانستان هم میتونه یک کسی باشه که در اقتصاد کشور خود سهم اساسی داشته باشه. دو سال پیش که در ترکیه برگزار شده بود، ما از همین نمایشگاهی که بود استفاده کردیم و تولیدات وطنی خود یعنی از افغانستان اونجا بردیم و به نمایش گذاشتیم و حداقل بر کسایی که بالای خانم های افغانستان چی در داخل و بیرون بودن اینا باور نداشتن که خانم های افغانستان یعنی یک طبقه خیلی ضعیف هستن، چون در طول چندین سال جنگ واقعا ما نسبت به ممالک دیگه که در همسایه هستن ما خیلی عقب مانده بودیم و ثابت ساختیم که زنای افغانستان هم میتونه که به قله ها برسه و دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم و از این نمایشگاه خیلی استقبال عالی شد. نقش اساسی یک زن و یک مادر در خانه داره، تربیه سالم، مدیریت خانه و تنظیم کاری خانه. یک زن نه تنها در قبال همسر بلکه در قبال اولاد خود مسئولیت داره و نقش اساسی در تربیه اولاد خود داره، چون تقدیم جامعه میکنه. در پولیزو خانم ها یگانه رولی را که در اقتصاد در بین فامیل داره نیست که کار کردن در بیرون و زندگی رفاقتانه در کنار همسرشان و دست گرفتن از همسرشانی باشه که یعنی در هر حالت در کنارشان باشه نقش اساسی را دارن. زمانی که یک خانم بیرون از خانه کار میکنن ایره ثابت میسازن که توانایی های خیلی ها بیشتری دارن، چون میتونن امو مصارفشان خودشان به دست بیارن. یک نقش خیلی بزرگ داره و دختر خانم هایی هم که در بیرون از خانه کار میکنن حداقل میتونن که یک کسی باشن که بتونن در کنار فامیل دوش و دوش دو فامیل کار کنن و دست پدر مادر بگیرن. شرایط جامعه تامین ایره نمیگذاره که زنها برن خارج از منزل کار کنن، به خاطر که یک تعداد ادارات دولتی است که در او محدودیت برای خانم ها ایجاد شده و خود ما شما میفهمیم که اداره به خانم ها جای مناسب تقریبا نیست. اگر چی ما خود ما کار میکنیم در اداره، اما بر خانم ها همی وظیفه استادی بسیار خوب است، وظیفه است معلمی، اگر یا معلم باشن خوب است، اگر دیگه وظایف یا اشغال وظیفه کنن برشان شاید مشکل باشه، به خاطر که شرایط افغانستان اینجا وزیر نمی کنن که خانما بیرون از منزل و در وظایف اداری غیر از وظایف تجارتی بتنایی بتانن کار کنن. کارکرد خانم ها در ادارات دولتی و خصوصا در بخش بازاریابی خیلی مؤثر است. مثلا یک خانمی که اگر بخواید دفتر و ادارات کار بکنه خیلی نقش خوبی داره در قسمت یعنی کار کردن، میتونه به هم برای خانواده خود کمک باشه هم برای جامعه کمک باشه. یعنی یک زن به نسبت به یک مرد موفق تر است، به صورتی که برای زنها ارتقای ظرفیت داده شود و این جایگاه برای زنها داده شود که متاسفانه تا حدود این جایگاه برای زنها داده نشده است. در بخش کاری ما که اونجا به عنوان یک زن هستیم، وقت زمان در اداره میروم اونجا در بخش تفتیش خصوصا اونجا خانم هایی هستن، من بسیار براحت میتونم از خانم ها سوالات داشته باشم، با خانم ها کمک کنم، با خانم ها کار بکنم، یک قسمت راحت است. مدیریت بحث بسیار طولانی است که نمیشه او را ما در گفتن چند جمله خلاصه کنیم، ولی نخستین چیزی که به خاطر مدیریت لازم است دانشش است و ای که ما چه قسم میتونیم یک فابریکه را یا یک کار را که آغاز میکنیم از مدیریت کنیم، نیازمند به دانش مدیریت داریم. اگر تحصیلات ما مدیریت باشه و یا هر رشته باشه، ما ضرورت داریم یک دانش از خود معلم مدیریت داشته باشیم و بعد از او را به شکل تئوری آموخته به شکل پرکتیک یا در عمل پیاده میکنیم. متفاوت تر از چیزی است که ما میآموزیم.
چون ما در جامعه خود در کار خود با بعضی از مشکلات هست که روبرو میشیم، ولی توانایی ما وقت معلوم میشه که بتانیم از همون منابع دست داشته خود و از همون ریسورس که دست داریم و شکل درستش استفاده کنیم و در بازار تولید یک جایگاه بر خود بسازیم که میتونه در مدیریت ما را موفق تر بسازه. کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که سهم زنان در ادارات دولتی نسبت به سالهای گذشته 5% افزایش یافته و به 27% میرسد. هرچند در سالهای اخیر تعداد حضور زنان در پست‌های کلیدی کشور افزایش یافته است، اما با آن هم زنان نتوانستند حضور بیشتر در تصمیم‌گیری‌های بزرگ کشور داشته باشند. در زمینه مصاحبه کردیم با کمیسیون اصلاحات اداری که با هم می‌بینیم و می‌شنویم. سلام و وقتتان بخیر. ما در برنامه با خود کمیشنر بورد تعیینات اصلاحات اداری عالیه یلماز را با خود داریم. کنار هم خوش آمدید میگه. تشکر. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون سبا. خب بانو یلماز، حضور زنان در مدیریت نسبت به سالهای گذشته چگونه است؟ در چه وضعیت قرار دارد؟ تشکر. البته قبل از اینکه من یک آماری برای شما بتم، لازم است که حضور زنان یک بار در جامعه افغانستان تعریف کنیم. تا سالهای 94 حضور زنان در سکتور حکومتی کمرنگ تر بوده به سبب ممانعت هایی که وجود داشته، مثل موانع فردی، موانع اجتماعی فرهنگی، موانعی که در قانون و مقررات از این جامعه وجود داشته و یا عوامل فرهنگی، گسترش فرهنگ مردانه در محیط های کاری. اینا عوامل هایی بودن که سد راه اشتراک زنان در محیط کاری می شد. خوشبختانه در سالهای اخیر ما حضور زنان را بیشتر می بینیم در مخصوصا در خدمات ملکی. البته بعض کارهایی که در این رابطه صورت گرفته من از اونها هم بر شما بحث میکنم، ولی ما وقت آمار میبینیم همه ساله یک افزایش در کار هست نسبت حضور زنان. مثلا در سال 97 ما یک آمارگیری کردیم حضور زنان که در بستهای 1-2 حدود 8% بوده، ای در سال بعدی یعنی امسال به 10% رسیده. امی قسم در بستهای 3 و 4 ما حدود 10.75% میبینیم باز هم، و در بستهای که ما سال گذشته امتحان دسته جمعی داشتیم در بستهای مسلکی حدود 24.70% هست، و در بستهای باز هم امتحان دسته جمعی الکترونیکی که گرفته شده بود، ای آمار در امتحان اخیر 25%. البته اینا آماری است که از استخدام زنان در خدمات ملکی گرفته شده است. خب چرا هنوز هم به اندازه‌ای که باید زنان سهم می‌داشتن نیست؟ به خاطر چی؟ به کدام وضعیت قرار داره هنوز هم نتونستن زنان سهم بیشتر در ادارات دولتی داشته باشه؟ البته به نسبت ممانعت‌هایی که من قبلا براتون گفتم، اینا هنوز مشکلات هستن که صد راه زنان هستن، ولی فرمول‌هایی هم در نظر گرفته شده که تا زنان بتونن بیشتر در خدمات ملکی سهیم باشن. مثلا پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی پیاده شده در اواخر که به اساس از این تطبیق پالیسی در تمام ادارات در نظر گرفته شده و زنان بر زنان سهولت های به خاطر اشتراک در رقابت های آزاد در راستای استخدام همراهشان کمک و همکاری صورت میگیره. البته از این پروسه اگر یک کمه بحث کنیم، اولتر از همه در مرحله که اینا در یک بست میتونن اپلای کنن، مثلا برنامه های آگاهی دهی، البته کورس های آموزشی که بتونن برای اینا راهی را نشان بتن که به آسانی بتونن مثلا شامل از این پروسه ها شون. در مرحله استخدام مثلا محیط مسئولی که خانم‌ها بتوانن در یک محیط امکان دهی اشتراک کنن،
و یا 5 نمره جندری که برشان در نظر گرفته شده. اینا سهولت هایی هستند که خانم‌ها را بیشتر تشویق میکنند تا در خدمات ملکی جای خود را پیدا کنند. خب زمانی که بحث ها اعلان میشه چقدر خانم ها اشتراک میکنند؟ البته میزان اشتراک خانم ها در بحث های مختلف در ساحات مختلف متفاوت تر است. من هنوزم مسائل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را که براتون گفتم اینا مشکلات عمده اشتراک خانم ها در خدمات ملکی هست. مثلا ما در ساحه تعلیمی تربیه مخصوصا در وزارت معارف تعداد خانم ها را بیشتر میبینیم در اشتراک، چی در قسمت اشتراک در امتحانات، چی در استخدام، تعداد از اینا بیشتر است. ولی در بعض ساحات مثل ساحای تکنیکی و انجینری امروز ما خانم‌ها را کمتر داریم. امروز یک آماری که به دست ما رسیده از ادارات دولتی، مثلا در اداره هوانوردی ملکی، در اداره خط آهن، اینا ساحات هستند که خانم‌ها کمتر اشتراک دارند. حتی در بعض مسائلی که البته امنیت صدرای خانم ها میشه باز هم اشتراک خانم ها کمتر هست. خب این که گفتین در بعض بخش ها خانم ها کمتر هستن، آیا این دلیلی است که برشون سهم داده نمیشه یا اینکه خود خانم ها نمیخواین اشتراک کنن؟ من اون قسمی که در شروع براتون گفتم بعض ممانعات های وجود داشت، مثل ممانعات فردی. ممانعات فردی از جمله رشد و توسعه خانم ها در بعض ساحات کاری بود. ای از بدر تعلیم تربیه ابتدایی گرفته تا تحصیلات عالی یک خط بسیار طولانی رو در بر میگیره. مخصوصا ما وقتی سیستم تعلیم تربیه افغانستان رو بررسی میکنیم، انگیزه دخترها بیشتر فرامادی و از پسرها جنبه اقتصادی و ابزاری داره. به همین سبب من فکر میکنم که دورنمای دختران نسبت به پسرها از همون ابتدای تعلیم تربیه متفاوت تر هست و یا میبرشان تفهیم شده. امروز در بعض ادارات با وجودی که برای خانم‌ها 5 نمره جندر هم در نظر گرفته شده، مثلا ما کاندید خانم نداریم، مثل مستوفیت ها، مثلا در مسائل اقتصادی و حسابداری تازه دارن خانم ها رشد میکنن، و یا در ریاست و ارگان های محل ما میزان اشتراک خانم ها را کمتر میبینیم. این هم شاید اما مشکلات عمده امنیتی باشه که صدرای خانم ها هست. مثلا در وزارت حج و اوقاف باز هم میزان اشتراک امروز طبقه آناس نسبت به مردها کمتر هست. اون قسمی که براتون گفتم موانع اجتماعی فرهنگی هم یکی از موانع های کلانی است که صدرای خانم ها میشه. خب تا چه حد توانسته کمیسیون اصلاحات اداری در بیشتر ساختن حضور خانم ها نقش داشته باشه؟ اصلاحات اداری پالیسی را در مشارکت بیشتر زنان در خدمات ملکی روش کار کرده بود که در بعضی کارهای انجام شده، مثل 5 نمره جندر که پیشتر براتون یاد کردم در پروسه استخدام برای خانم ها در نظر گرفته شده بود، و یا نحوه اعلان بست ها که بعضی بست ها مخصوص برای خانم ها در نظر گرفته شده، مثلا بست های ریاست تعلیم تربیه امروز در تمام ولایت برای خانم ها در نظر گرفته شده و از این طریق خانم ها میتونن که در بین خود رقابت کنن، و یا مراکز آگاهی دهی در ثبت نام، پر کردن فرمه ها برای خانم ها در نظر گرفته شده. همچنان شمولیت خانم ها در کمیته های استخدام یا یکی از پروسه هایی بود که به خاطر ابراز در پروسه استخدام در نظر گرفته شده بود. خب چقدر تانسته این کارهایتان مؤثر واقعی شد و میزان حضور زنان را دیگر هم بیشتر بسازه؟
البته میزان اشتراک زنان به او اندازه که بازم در نظر گرفته شده بود به شدت بالا نرفته، ولی همه ساله ما میزان افزایش خانم ها را در خدمات ملکی میبینیم. مثل که پیشترم براتون گفتم در از سال گذشته به این طرف یک افزایش نسبی هم که بوده در خانم ها دیده میشه. خب زمانی که خانم ها در بستای بلندتر بعضی معاونیت ها یا تعیین میشه، خب اکثرا شکایت دارن صلاحیت هایی که برشان داده باید شوه نمیشه. خب کمیسیون در این باره چه نظر داره و چقدر تانسته این کارهایشان بررسی کنه؟ البته پست های سیاسی مشکلات خود داره. به نظر من شخصا میخوام در رابطه ابراز نظر کنم، وقتی که خانم ها از نظر ذهنی و شرایط که استخدام میشن آماده نباشن، مشکلات خود می داشته باشن. من به یقیده نیستم که استخدام زنان در سطح بالای حکومت سمبولیک باشه. به نظر من واقعا روی برنامه های ارتقای ظرفیت خانم ها کار شده و مخصوصا در سطح بالای سیاسی برای خانم های فرصت ها ایجاد شده. تنها مشکلی که در این راستا وجود داشته، چون یک تاریخ سیاه گذشته را مخصوصا در عرصه خانم ها ما تجربه کردیم، فرصت مساوی با آقایان داده نشده. فعلا امون فرصت میسر شده و ظرفیت سوزی میشه در این رابطه. البته هر جامعه مشکل خود نسبت به زنان داره، این طرح افغانستان نیست که ما مثلا تا حال مشکلات سیاسی، فرهنگی، امنیتی و سایر ساحات خیلی برای خانم ها مشکل بوده که تبارز کنن، در جامعه ارزندام کنن، ولی امروز این فرصت ها برشان داده شده. من فکر میکنم که به بسیار زودی کمبودی هایی که محسوس میشه پرخواد شد. تشکر بسیار زیاد از شما. تشکر از شما هم. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودید. منتظر نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم شما جهت بهبود برنامه هستیم. ما را در صفحات اجتماعی نیز دنبال کنید. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.